به حضور رهبر معظم، معزز و فرزانه انقلاب اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر حضرت عالی اجازه بفرمایید در حضور حضرت عالی این برنامه را آغاز بکنیم. منتظرم که شروع بفرمایید. با عرض سلام، خوشبختانه موفق به شکستن رکوردهای متعددی شدیم. امیدوار هستیم که تا سال 1403 ظرفیت تولید برای مس کشور به بیش از 550 هزار تن ارتقا پیدا کنه. حدود 85% از نیاز کشور رو به انواع ترانسفورماتورها تامین میکنه. با فرمایشات حضرت عالی ورود کردیم به طراحی و ساخت دستگاه ایکس ری کانتینری کالا که مورد نیاز کشور بود. ما سالیانه انواع تولیدات لوازم خانگی رو انجام میدیم. ما 600 نوع سول غذایی رو تولید میکنیم که این سبد تقریبا متنوع ترین سبد مواد غذایی در کشور هست. در دو دوره به عنوان تولید کننده برتر گندم، محصول استراتژیک گندم انتخاب شدیم. نسبت به میانگین کشوری 3 برابر بیشتر تونستیم محصول گندم تولید کنیم. با اجازه حضرت آقا به اصفهان می رویم و شرکت بهیار صنعت سپاهان که از شرکت های دانش بنیان هست، من تقاضا کنم جناب آقای نجات بخش با رعایت زمان گزارش خودشون رو به استحضار رهبر معظم انقلاب اسلامی برسانند. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خدمت مقام معظم رهبری، مردم شریف جمهوری اسلامی ایران و مسئولین محترم، حضرت آقا ما از سال 78 تولید رو شروع کردیم. یک تولید مثل همه تولیدات دیگه در کشور با یک برانکار تو حوزه تجهیزات پزشکی شروع کردیم. کم کم نقش نیروی انسانی برای ما خیلی واضح و آشکارتر شد و به همین جهت رفتیم به سمت تولید محصولات با تکنولوژی بالاتر مثل تخت‌های اتاق عمل، چراغ اتاق عمل و بقیه محصولات. از سال 91 با توجه به ظرفیت بزرگی که در استان اصفهان ما داریم، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، وارد مجموعه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان شدیم و یک دفعه پامون رو گذاشتیم روی پله آخر فناوری‌های تجهیزات پزشکی، یعنی تولید دستگاه شتاب دهنده خطی درمان سرطان که سال گذشته در حسینیه حضرت عالی ارائه شد و حضرت عالی هم دیدار کردید اون رو. ما به عنوان پنجمین شرکت در دنیا هستیم که این محصول رو تولید کردیم با بومی سازی بالای 90% با تکیه بر نیروی انسانی که از قشر در واقع کارگری گرفته تا مهندسی. امروز که در خدمت شما هستیم با توجه به اینکه از سال 78 با 2 نفر شروع کردیم، بالای 320 نفر نیروی انسانی داریم که بالای 75% اینها افراد تحصیل کرده، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هستند که در دانشگاه‌های همین کشور تحصیل کردند و مشخصه اصلیشون همت و عزمشون برای انجام کارهای بزرگ در کشور هست. سال 96 با فرمایشات حضرت عالی ورود کردیم به طراحی و ساخت دستگاه ایکس ری کانتینری کالا که مورد نیاز کشور بود و باز به محضر حضرت عالی هم تقدیم شد. ما این دستگاهی رو که ندیده بودیم حضرت آقا، از روزی که ندیده بودیم تا وقتی که ساختیمش 8 ماه طول کشید با بومی سازی بالای 90% که یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی هست. البته متاسفانه در سال گذشته در واقع گمرک جمهوری اسلامی به سمت خرید خارجی 15 دستگاه از اینها رفت با قیمت 5.5 میلیون یورو که خوشبختانه اون کار در واقع منتفی شد. ما کمترین کاری که کردیم در صرف جویی اقتصادی حضرت آقا در 2 سال گذشته جلوی ارزبری بالای 100 میلیون دلار رو گرفتیم با تولید دستگاهش با 2 تا از محصولاتمون فقط. یکیش دستگاه شتاب دهنده خطی پزشکیمون هست که خوشبختانه وزارت بهداشت در دوران جدیدش آمد و وارد عمل شد و از ما خرید کرد و همینطور دستگاه ایکس ری کانتینری کالا. ما آمادگی تامین کامل این دستگاه رو در کشور برای مبارزه با قاچاق که حضرت عالی همیشه بر اون تاکید داشتیم داریم. از روز 4 اسفند حضرت آقا با توجه به مسئله کرونا که در کشور شایع شد، ما وظیفه خودمون رو ورود در این حوزه دیدیم و با 4-5 پروژه شروع کردیم.
اولین در واقع موضوع اصلی ما دستگاه تولید ماسک بود. مشکل ماسک در کشور در واقع خط تولید اون بود و جلوگاه اون خط تولید اون بود. ما با همت جوانایی که شبانه روز از اون روز ایستادن تونستیم 80 خط تولید رو در دستور کار خودمون قرار بدیم و در کمتر از 15 روز از آقا تونستیم ماسک تولید بکنیم. یعنی ماسکی رو که ندیده بودیم در کمتر از 15 روز موفق به تولید شدیم و در واقع از همون ابتدا آقای دکتر ستاری هم در حمایت این موضوع وارد عمل شدند. برای ما دلگرمی بسیار بزرگی بود. ایشون شخصا پیگیر بودند و دائما در واقع از مجموعه ما پیگیری می‌کردند برای این موضوع. استاندار محترم همینطور در سطح استان. با توجه به نامگذاری امسال به جهش تولید، حضرت آقا چند پیشنهاد خدمت شما عرض میکنم. همینطور که مستحضرید ما یه اقتصاد دولتی داریم که شاخصش پول نفت هست، یه اقتصاد بخش سرمایه داری خصوصی غربی داریم که شاخصه اون اصالت سود هست، اما امروز رگه هایی از اقتصاد مردمی در کشور ما وجود داره که با محوریت شرکت های دانش بنیان میتونه وارد عمل بشه و دغدغه این دغدغه نظام و مسئله نظام هست. همینطور که میبینید ما از تجهیزات هایتک اون یک دفعه با توجه به مسئله‌ای که در ماسک پیش اومد چرخش کردیم به سمت تولید ماسک، یکی از ساده ترین محصولات پزشکی هست. پس ما آمادگی این رو داریم که در همه این حوزه ها ورود کنیم. در کنار ما یکی از دستگاهمون هنوز تولید نشده بود برای چش زدن رو ماسک، حضرت آقا حسینیه ها رو در واقع فعال کردیم. بالغ بر 30 حسینیه در استان اصفهان، بالغ بر هزاران نفر مشغول شدند و مردان پای کار اومدند و ما تونستیم در این مدت کوتاه هم دستگاه تولید بکنیم و هم بیش از چندی میلیون ماسک تقدیم کشور بکنیم. توی پیشنهادات من برای جهش تولید از آقا اولینش این هست که ما قله های فناوری رو بر دوش شرکت های دانش بنیان بذاریم و با اعتماد 100% به اونها، همونطوری که در دفاع مقدس به فرماندهان و سربازان این کشور اعتماد کردیم، امروز به سربازان خودتون و در واقع با نگاه اعتماد بالایی که دولت و نظام باید به اونا داشته باشه بهشون اجازه حرکت بدیم تا بتونن قله های فناوری رو در واقع بگیرن. با گرفتن قله های فناوری از آقا تولید در کشور راه خواهد افتاد. مسئله بعدی خط تولید ها هست که از آقا باید خط تولید ها به داخل سپرده بشه. این که ما بریم خط تولید بیاریم و در داخل فقط در واقع بیایم از اون استفاده بکنیم برای تولید، این برای کشور خیلی مزیتی ایجاد نخواهد کرد. مسئله بعدی از آقا در تامین مالی آوردن سرمایه های مردمی به این سمت هست. بسیاری از مردم ما علاقه مند به سرمایه گذاری در این حوزه هستند. منتها ما باید راهکاراش از سمت صندوق نوآوری شکوفایی و بانک های این کشور و ساده کردن اینها برای اینکه این سرمایه ها به راحتی وارد این حوزه های دانش بنیان بشه باز کنه. مسئله بعدی با توجه به اینکه سرمایه اصلی کشور نیروی انسانیش هست و در همین حوزه دانش بنیان هم مهمترین چیز هست، حضرت آقا ما بالای چندین میلیون دانشجو داریم که اینها سالیانه پایان نامه هایی دارن. با هدایت پایان نامه های اینا در شرکت های دانش بنیان ما میتونیم جلوگاهی فناوری بزرگی رو فتحشون بکنیم. من خیلی حضرت آقا طولانی نکنم. یکی از مسائل دیگه که ما خدمت حضرت آقای رئیسی هم عرض کردیم این بود که یکی از مسائلی که باید حل بشه ارزش گذاری فناوری ها هست. امروز مثلا ساختمان ما ممکنه 20 میلیارد 30 میلیارد ارزش داشته باشه، ولی ارزش فناوری های تولید شده در شرکت های ما بالای هزاران میلیارد تومان هست. ارزش گذاری فناوری با هدایت معاونت علمی و قابلیت ترهین این در بانک ها و صندوق های مالی، جره های بزرگ مالی شرکت های دانش بنیان رو در واقع میتونه رفعش بکنه. من یه نکته دیگه در بحث مجوزها بگم حضرت آقا، در بحث مجوزها که باز یکی از جلوگاه ها هست که در یک مورد هم خود حضرت عالی فرمودید، راهی که برای این وجود داره بازم اعتماد به شرکت های دانش بنیان هست و خود اظهاری اینها باید توسط سیستم های ما با نظارت معاونت علمی و فناوری قابل قبول باشه. خیلی ممنونم از وقتی که به ما دادیم. اگر سوالی هست حضرت آقا ما در خدمت شما هستیم. راهنمایی بفرمایید. زنده باشید. با اجازه حضرت آقا برمیگردیم استان تهران و شهرستان پاکدشت، شرکت امرسان. دعوت میکنم از جناب آقای فتاحی مدیر عامل محترم شرکت. آقای فتاحی در وقت مقرر یاری بفرمایید. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران و هفته کار و کارگر رو خدمت کلیه کارگران عزیز تبریک و تهنیت میگم. بنده سلطان حسین فتاحی، بنیانگذار و مدیرعامل گروه صنعتی مرسان، تولید کننده لوازم خانگی هستم و این افتخار رو دارم که کارم رو از کارگری در کارخونه های تولید لوازم خانگی شروع کردم. از محضر حضرت آقا اجازه میخوام تا نگاهی کوچک به وضعیت لوازم خانگی و همچنین گزارش اصلی از امرسان دیروز، امروز و فردا رو خدمتشون باشم. صنعت لوازم خانگی از جمله صنایعیه که پارسال در سال رونق تولید تونست کلیه اهدافی رو که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت براش تعریف شده بود محقق کنه. دغدغه عزیزان بر این باور بود که امکان عرضه تقاضا، امکان پاسخ به تقاضا در بازار رو توان تولید نداشته باشیم، ولی با تولید به موقع و به اندازه تونستیم هم تقاضای داخل رو جبران کنیم و هم صادرات رو افزایش بدیم. حضرت آقا، از جناب عالی تقاضا میکنم به شرح حال شرکت امرسان توجه بفرمایید. شرکت امرسان از سال 1364 در یک گاراژ 40 متری با تولید ماهیانه 10 دستگاه یخچال شروع به کار کرد. همینه که در محضر حضرت عالی هستیم، در زمینی به وسعت 150 هزار متر و حدود 60 هزار متر زیربنا انواع تولیدات لوازم خانگی رو مشغول هستیم. ما تولید انواع یخچال، یخچال فریزر، لباسشویی، اجاق گاز، ساید بای ساید و جاروبرقی رو انجام میدیم و سالیانه 350 هزار محصول رو تولید کرده و به بازار داخل و منطقه عرضه میکنیم. تولیدات ما بر اساس استانداردهای جهانی تولید میشه و ما اولین تولید کننده یخچال فریزر با گرید آس مثبت هستیم. حضرت آقا، کمترین مصرف برق انرژی رو در مصارف خانگی داره. در کل دنیا شما اگر دقت بفرمایید از اندازه انگشتان دست تولید کننده برای این نوع محصول با گرید انرژی مصرف آس مثبت نداره. ما به خاطر اینکه عزیزان هموطنمون رو از نظر کیفیت محصولات اطمینان خاطر بهشون بدیم، 36 ماه کلیه محصولاتمون رو گارانتی کامل کردیم. یعنی در عرض این 36 ماه هر گونه اتفاقی برای عزیزان در منزل از مصرف محصولات امرسان اتفاق بیفته، گارانتی است و مجانی انجام میشه. ما طراحی محصولات خودمون رو با عزیزان تحصیل کرده داخلی و کشورهای صاحب تکنولوژی انجام میدیم. ما برای حفظ رقابت پذیری صادرات رو در دستور کار داریم و به 15 کشور محصولاتمون رو صادر میکنیم. ما پارسال برای اینکه بتونیم بازار منطقه رو پوشش بدیم، اولین کارخونه تولید لوازم خانگی رو با ظرفیت 500 دستگاه در روز توسط سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در بغداد افتتاح کردیم. در سال 98 ما تفاهم‌نامه‌ای رو با کشور تاجیکستان به امضا رسوندیم که انشالله امید برای تولید لباسشویی به امضا رسوندیم که امیدوار هستم در سال 99 افتتاح کنیم. در سال 98 که سال رونق تولید بود، ما اولین خط تولید لوازم خانگی IoT تحت شبکه اینترنت رو توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر رحمانی وزیر کوشای این صنعت افتتاح کردیم. به این صورت که حضرت آقا، در هر جای دنیا که هستید، وقتی که در بستر اینترنت باشید، شما می توانید هم از وضع فنی محصولتون مطلع بشید،
هم از وضع موجودی مواد غذایی در درون یخچال متوجه بشیم. برای حفظ رقابت پذیری ما صادرات خودم رو به کشور ایتالیا داریم انجام میدیم و برای این مهم دریافت استاندارد CE رو کردیم که در حال انجام هست و صادرات انجام میشه. مسئولیت‌های اجتماعی ما موظف هستیم که برای حفظ مسائل زیست محیطی تمام کارها رو انجام بدیم و در این رابطه ما پارسال تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ملل و سازمان یونیدو امضا کردیم و ما برای کارکنانمون چون سرمایه‌های اصلی ما هستند هم از نظر آموزشی هم از نظر ارتقای سطح شغلی انجام میدیم و برای اینکه بتونیم کمک‌های ویژه‌ای به زلزله‌زدگان به سیل‌زدگان داشتیم و همچنین به خیریه. برنامه ما برای جهش سال تولید با روحیه گرفتن از فرمایشات حضرت آقا افزایش 25% تولید هست و افزایش 50% صادرات و همچنین راه اندازی خط جدید کولرمون در سایت جدیدمون هست. ما در این سایت که در خدمتتون هستیم 820 نفر همینک مشغول به کار هستند و با ایجاد طرح توسعه این تعداد شاغلین به 1150 نفر خواهند رسید. ما با روحیه گرفتن از فرمایشات حضرت عالی برای سال جهش تولید به شما این قول را می‌دهیم که صنعت لوازم خانگی هم توان پاسخگویی به نیاز داخل رو داره هم سهم مهمی از صادرات رو میتونه به خودش اختصاص بده. بنده در خاتمه از جناب عالی تقاضا میکنم در صورتی که دستوری سوالی چیزی باشه در خدمتتون باشه. با اجازه حضرت آقا بریم استان مرکزی. دعوت کنم از جناب آقای فهیمی پور مدیر عامل محترم شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مقام معظم رهبری و بسیار سپاسگزار هستم از فرصتی که برای ما در این نشست فراهم شد و به ما افتخار دادین که امروز در محضرتون باشیم و گزارشی را از اقدامات خودمون و مسائل شرکت خدمتون تقدیم بکنیم. ابتدا اجازه میخوام به مناسبت هفته کارگر رو به همه کارگران شریف میهن اسلامی و کارآفرینان عزیزمون تبریک بگم. از شما اجازه میخوام که گزارشمو تقدیم بکنم. شرکت تعاونی تولیدی نویدکاران یک شرکت تعاونی تولیدیه و از سال 1375 ما فعالیتمون رو با 10 نفر پرسنل شروع کردیم. یک سبد غذایی محدود و محصول حبوبات. در این 25 سال ما 2 کارخانه تأسیس کردیم. کارخانه اول ما در صنعت اقلام گرانولی و پودری هست و کارخانه دوم یک شرکت تولیدی هست که در زمینه صنایع تبدیلی فعالیت میکنیم. هر دو کارخانه جزء صنایع تبدیلی کشوره و ما در کارخانه اول محصولات بسیار متنوعی رو داریم، از حبوبات، آجیل و خوشبار، ادویه‌جات و چاشنی‌ها، سبزیجات خشک، آجیل و خوشبار و محصولات بسیار متنوعی که حدود 500 نوع محصول هست. و در کارخانه دو 5 خط صنعتی رو داریم که کنسروهای غیرگوشتی، کنسروهای غذایی و خورشت‌ها، ترشیجات و شوریجات، مرباها، شربت‌ها، کشک در این خطوط تولید میشه. بیش از 100 آیتم محصول هم در این کارخانه تولید میشه. مجموعاً ما 600 نوع محصول غذایی رو تولید میکنیم که این سبد تقریباً متنوع ترین سبد مواد غذایی در کشور هست که با یک برند عرضه میشه و عمده نیازهای یک خانوار ایرانی رو تأمین میکنه. طرح توسعه‌ای که ما در طی این سالها داشتیم، در سال 91 طرح توسعه 1 ما با حمایت اعتبارات دولتی شکل گرفت
و ما تونستیم ظرفیت‌های کارخانه یکمون رو ارتقا بدیم، هم تنوع محصول بیشتری تولید کردیم، هم اشتغالزایی قابل توجهی داشتیم و هم راندمان تولیدمون رو افزایش دادیم. در سال 96 باز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اعتباری به ما تخصیص داده شد و کارخانه دوی ما تأسیس شد. در این کارخانه هم باز تنوع محصولات رو بیشتر کردیم، بیش از 100 آیتم محصول در این کارخانه امروز تولید میشه، بیش از 100 نفر اشتغال زایی داشتیم و موفق شدیم محصولاتمون رو تو گرید در حقیقت کیفیت بین المللی با استانداردهای بین المللی تولید بکنیم. طرح توسعه سومی رو داریم که باز با حمایت اعتبارات محرومی از زدایی در استان شروع شده، در زمینی به مساحت 30,000 متر که در این طرح توسعه ما کارخانه جدید رو احداث خواهیم کرد برای ارتقای ظرفیت‌های کارخانه یکمون و فضاهای موجود کارخانه یک رو برای توسعه کارخانه دو استفاده خواهیم کرد. با اجرای این طرح که در سال جاری فاز یکش انشاءالله به بهره‌برداری خواهد رسید، ظرفیت‌های تولیدی ما به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد و ما موفق خواهیم شد در تولاژ و تیراژ بالاتری تولید کنیم. در حال حاضر ما روزانه حدود 80,000 واحد کالایی برای مردم تولید میکنیم از انواع محصولاتی که داریم. موضوع دیگه‌ای که در شرکت ما مورد توجه بوده در سالهای فعالیت بحث اشتغال زایی بوده. ما خوشبختانه با 10 نفر پرسنل کارمون رو در سال 1375 شروع کردیم و الان 850 نفر پرسنل شاغل در شرکت بیمه شده داریم و امسال انشالله با طرح توسعه سهمون 100 اشتغال جدید ایجاد خواهیم کرد و در سال 94 ما به عنوان تعاونی نمونه ملی در زمینه اشتغال زایی شناخته شدیم. یکی از ویژگی‌های دیگه مجموعه ما اینه که ما در زمینه پخش محصولاتمون عمده تولید کنندگان با مشکل مواجهند. از اوایل دهه 90 با اخذ مجوز از وزارت بازرگانی پخش سراسری رو ایجاد کردیم که در این پخش در 18 استان کشور شعبه دایر کردیم و این شعبات الان تمام شهرهای کشور رو تحت پوشش توزیع ما داره و ما با این سازمان توزیع علاوه بر اشتغال زایی قابل توجه، این امکان رو برای شرکت فراهم کردیم که محصولاتمون رو مستقیم به دست شبکه‌های بزرگ زنجیره کشور و سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها در اقصی نقاط کشور برسونیم و از بابت سازمان توزیع ایمن بشیم. یکی از ویژگی‌های دیگه مهمی که در مجموعه ما بهش توجه شده موضوع صادرات هست. با توجه به تاکیدات حضرت عالی ما طی سال‌های گذشته صادرات خوبی داشتیم. در حال حاضر در 13 کشور اروپایی، آسیایی، آفریقای جنوبی، کانادا و کشورهای منطقه صادرات مستمر داریم. محصولاتمون توسط نمایندگانمون در این کشورها صادر میشه. در یکی از این کشورها در 3 شبکه بزرگ زنجیره‌ای محلی اونجا تنها محصول ایرانی هستیم که مصوب شده و عرضه میشیم. یک شلف کامل از محصولات ما اونجا عرضه میشه و این باعث افتخار ما هست که محصول ایرانی در کشورهای اروپایی و در کشورهای پیشرفته قابل رقابت هست و ما تونستیم صادرات قابل توجهی رو داشته باشیم. در سال گذشته حدود 500,000 دلار و امسال برنامه داریم که انشالله 1,000,000 دلار صادرات در این بخش داشته باشیم. موضوع دیگه‌ای که در مجموعه ما مورد توجه خیلی جدی هست، ما در بحث کیفیت سلوحه برنامه‌هامون بوده. با یک نظامنامه کیفیت موفق شدیم کیفیت رو سلوحه برنامه‌مون قرار بدیم، محصولات با کیفیتی رو برای مردم تأمین کنیم که هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ استانداردها و هم ایمنی بالا باشه. تمامی استانداردهای اجباری ایران رو دریافت کردیم و همینطور استانداردهای بین المللی رو برای صادراتمون و همینجور برند حلال رو داریم که برای صادرات بسیار حائز اهمیته. در طی 3 طرح توسعه‌ای که ما اجرا کردیم،
دولت محترم اعتباراتی رو تخصیص داده، دستگاه‌های استانی حمایت‌های بسیار جدی از ما داشتن. اگرچه حجم این اعتبارات تکافوی نیاز ما رو نمی‌داده، اما موتور محرکی برای اجرای پروژه‌های ما شده و ما با این اعتبارات تونستیم پروژه‌هامون رو شروع کنیم و از محل اعتبارات سهامدارانمون پروژه‌ها رو در شرایط خوبی تکمیل کردیم و در پروژه جدید هم امیدوار هستیم که با اعتبار تخصیص داده شده پروژه شروع بشه و انشالله با حمایت‌های استاندار محترم و مسئولین استانی بتونیم اعتبارات تکمیلی رو هم برای این پروژه بگیریم و این پروژه میتونه ظرفیت‌های ما رو به شدت ارتقا بده. در ارتباط با همکارانمون سعی کردیم که برنامه‌های حمایتی خوب از همکاران داشته باشیم. ضمن اینکه با افتخار عرض می‌کنم در سال‌های فعالیت ما حتی یک مورد تعدیل نیرو نداشتیم و حتی در بحران‌هایی که ما خیلی تحت فشار قرار می‌گرفتیم با اعتقاد به اینکه خداوند روزی این همکاران رو تو این سفره می‌گذاره هیچ وقت نسبت به تعدیل نیروی انسانی اقدام نکردیم و خداوند هم کمکمون کرده و اشتغالزایی خوبی هم داشتیم. من اجازه میخوام با توجه به اینکه ما تعاونی هستیم نکاتی رو در ارتباط با بخش تعاون به عنوان نماینده این بخش محضرتون اعلام کنم. همطور که استحضار دارین در دوره جدید مدیریت مجموعه تعاون گام‌های مؤثری رو در جهت توسعه این بخش برداشته شده. در راه‌اندازی مرکز نوآوری صندوق ریسک پذیری تعاون و تامین مالی تضمین شده برای این بخش، اندیشکده تعاون که اینها برای ورود جوانان تحصیل کرده به این بخش زمینه سازه و میتونه بسیار ارزشمند باشه. همینطور استحضار دارین که در اسناد بالادستی نظام به بخش تعاون توجه ویژه‌ای شده، اما استمرار این وضعیت مستلزم تأکیدات حضرت عالی و حمایت‌های دولت محترم و تدوین قوانین مناسبه. من بیش از این مصدعتون نمیشم. در سال جهش تولید بنا داریم که انشالله با ظرفیت‌های موجودمون حداقل یک افزایش 100% رو در تولیداتمون داشته باشیم و مصمم هستیم با زیرساخت‌هایی که داریم توسعه میدیم بستر رو برای یک جهش دائمی انشالله در شرکت فراهم بکنیم. مجدداً از محضر هستالی بسیار سپاسگزارم از فرصتی که به ما دادیم و اگر سوالی باشه در محضرتون هستم. بسیار سپاسگزارم. حضرت آقا آخرین ارتباط رو تقدیم میکنم. میریم انشاءالله به قبله آمال ملت بزرگ ایران، مشهد مقدس و شرایط کرونایی که برای ما خیلی سخت شده و عرضه می‌داریم از همینجا السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا. دعوت می‌کنم از جناب آقای رزم حسینی استاندار محترم استان خراسان رضوی گزارش خودتون رو در مهلت و مدت مقرر تقدیم رهبر معظم انقلاب اسلامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام و عرض ارادت به ساحت مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام و از کنار و جوار بارگاه ملکوتی و نورانی امام هشتم، امام رؤوف، محضر شریف حضرت عالی و ملت ایران عرض سلام و احترام ادب دارم. خب متاسفانه به دلیل بیماری کرونا خراسان، مردم شریف خراسان رضوی و مشهد مقدس متاسفانه نتوانستن میزبانی زائران عزیزی باشند که از سراسر کشور بلکه از جهان به سمت معشوق خود امام رضا علیه السلام بیان و ما از این بابت شرمنده اونا هستیم و همچنین متاسفیم که حضور حضرت عالی هم که سالانه در سال نو تشریف فرما میشین در حرم مطهر و فرمانشات راهبردی سالانه که مردم ایران عادت کرده بودند که از حرم مطهر
فرمایشات حضرت عالی رو بشنوم متاسفانه محروم شدیم. با توجه به کمبود وقت میخوام عرض کنم که علی‌رغم این بیماری امسال ما از بارش بارندگی بسیار خوبی برخوردار بودیم. از میانگین متوسط 50 ساله اخیر در استان 66% افزایش بارندگی امسال داشتیم. امسال در سراسر بیابان‌های استان سرسبزی هست، شکوفه زده و به دلیل بارش بسیار خوبی که رحمت خداوند به ما عطا کرد. و سال گذشته هم ما وضعیت بارندگی خوبی داشتیم که با حدود 900 هزار هکتار اراضی باغی و زراعی در استان کشاورزان زحمتکش ما، کارگران عزیز ما موفق شدن 7.5 میلیون تن محصولات کشاورزی رو تولید کنن و همچنین در 10 کلمه کشاورزی استان خراسان رضوی رتبه های اول تا پنجم کشوری رو به عهده داره. و همچنین ما با توجه به مسائلی که مطرح میشه و با توجه به مهاجرت روستایی ما سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو مبتنی بر مردمی بودن اقتصاد در استان خراسان رضوی در سال گذشته آغاز کردیم و واقعا خوشحالم که توفیقات بسیار خوبی حاصل شد. حضرت آقا استعداد دارید مکانی که آقای استاندار با حضرت عالی صحبت کردن مزرعه است به نام مزرعه صبوری و این کارگر کشاورز هم فرزند همون پدری است که با خانواده این مزرعه رو اداره میکنن. جناب آقای صبوری در مهلت مقرر گزارش خودتون رو به استحضار حضرت آقا برسانید. من به عنوان عضو کوچکی از خانواده کشاورزی ایران و به عنوان نماینده 4 میلیون کشاورز درخواستایی رو کوتاه خدمت رهبر معظم انقلاب دارم که خواهش مندم در دستور کار در صورت امکان قرار بدن و کشاورزی ما همیشه بهش نگاه ویژه داشتن رو حمایت کنن. از جمله اون اهمیت بخش کشاورزی در بحث تولید، پرهزینه بودن تولیدات کشاورزی نیازمند تسهیلات بلاعوض و همچنین بازسود بسیار پایین است و همچنین قیمتگذاری مناسب محصولات کشاورزی با توجه به هزینه های تولید رو همواره از دوستان و دستاندرکاران محترم خواستاریم که با توجه به هزینه های تولید قیمت واقعی رو قیمت گذاری کنن تا کشاورزان و در زمان مناسب اعلام کنن تا کشاورزان برای کشتشون برنامه‌ریزی مناسب رو داشته باشن. با توجه به بلایای طبیعی خواهشمندم از کشاورزانی که دچار خسارت شدن همواره حمایت کنن و کشاورزای ما رو تنها نذارن توی این شرایط سخت. با توجه به اینکه کشاورزی با محیط بیرون سر کار داره و همیشه بلایای طبیعی گریبانگیر کشاورزان عزیز هست. ایوالله انفسکم. خیلی ممنون، خیلی خوب بود. خیلی متشکرم. من در محضر حضرت آقا از همه عزیزانی که گوینده بودن تقاضا میکنم اگر مطالبی داشتن که فرصت نشد تقدیم کنن به صورت مکتوب تقدیم دفتر حضرت آقا بکنن که انشالله قابل پیگیری باشد. حضرت آقا، حضرت عالی مستحضرید سالیانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاه ها عزیزانی رو به عنوان کارگر نمونه انتخاب میکنن، اگرچه همه کارگران عزیز کشور نمونه هستند. من اجازه میخوام در این مکان از 15 نفری که انتخاب کردن حداقل یک نفر رو با حضور وزرای محترم جناب آقای اردکانیان وزیر محترم نیرو، جناب آقای رحمانی وزیر محترم صنعت معدن تجارت، جناب آقای خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی و از جناب آقای شریعت مداری وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی دعوت کنم تشریف بیاورن و از کارگر نمونه هم جناب آقای بازیار دعوت کنم که در اینجا لوح تقدیر رو در محضر جناب علی بهشون تقدیم کنن. استدعا میکنم. سپاسگزار هستم.